منتخبان مردم سوئیس، شخصیت ها و حقوقدانان محترم، دوستان عزیز، من از جانب هموطنانم، از جانب خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی و از جانب ساکنان اشرف به ژنو آمدم، یعنی به شهر حقوق بشر، به شهر پناهندگی و شهر ملل متحد، تا صدای آنها را برای احقاق حقوق پایمال شدهشان به گوش شما برسانم. همچنین در ابتدا به پروفسور کاظم رجبی، سمبل دفاع از حقوق بشر ایران، درود می‌فرستم که تروریست‌های اعزامی از تهران او را در اینجا به گلوله بستند. او گفته بود ما حقوق بشر را با خونمان می‌نویسیم. مطمئنم که اگر امروز کاظم اینجا بود، از این همه سکوت و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی فریاد برمی‌آورد و این را خیانت به حقوق بشر توصیف می‌کرد. مطمئنم که بعد از کاظم بسیار بسیار مدافعان حقوق بشر راه اون رو پیگیر ادامه می‌دهند تا حقوق پایمال شده هم مردم ایران هم سراسر دنیا رو به دست بیارند و اجازه ندند که در زیر نعلین و سم ستوران دیکتاتورها همچنان پایمال شده باقی بمونند. حالا حدود 4 ماهه که ایرانیان و خانواده های ساکنان اشرف اینجا در ژنو تحصن کردند. این تحصن طولانی همچنان که تحصنها و تظاهرات بیوقفه ایرانیان در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، این سؤال را در برابر جامعه جهانی و مشخصاً ملل متحد و ایالات متحده قرار می‌دهد که آیا به مسئولیت غیر قابل انکاری که درباره حفاظت اشرف دارند عمل خواهند کرد یا نه. فکر می‌کنم که ممانعت غیر منطقی و گستاخانه مالکی از دیدار هیئت پارلمان اروپا از اشرف و همچنین دیدار هیئت کنگره آمریکا از اشرف به اندازه کافی گویای مقاصد شوم اوست. هفته پیش نخست وزیر عراق یک قدم فراتر گذاشت و از صدور 121 حکم دستگیری علیه ساکنان اشرف خبر داد. اون اعلام کرد میخواهد علیه کشورهایی که به ساکنان اشرف پناه بدهند و حتی علیه دادگاه‌هایی که مانند اسپانیا شکایت‌های آنها را پذیرفته‌اند شکایت کند، زیرا آنها به حاکمیت عراق تجاوز کردند. در دنیای امروز از نظر دیکتاتورها همه معانی به طور کامل وارونه و واژگونه شده. اگر آقای مالکی میتوانست آنها را حتما تحویل جوخه های مرگ یا زندان ها و شکنجگاه های مخفی هم میداد.